کریمی یه فرصت، حالا باید کبی خودشو نشون بده داخل مرز جرمه، فرصت برای سیلازیم و ضربه ای که مشخص نشد به قصد گلزنی به توپ ضربه زد یا پاس دادن به همتیمی هاش. پولادی خوب بازی میکنه برای تراکتور در مرکز میدان، حالا یه چرخش خوب از محبی، یه ضربه و فرصت برای گل، پرچم کمک داور بالا میره به نشانه آفساید، گویی که اونجا هم نتونستن کارو تموم بکنن. موقعیت برای بازیکن تیم فوتبال تراکتور، یه ضربه نه چندان خوب و فرصت گل برای تیم فوتبال تراکتور سازی. ضربه مهدی کیانی رو این امیر محبی است که در بین راه تبدیل به یه گل میکنه. استیلازین 0 تراکتور سازی 1. کارت قرمز برای حسین کعبی، به طور مستقیم حسین کعبی از داور بازی کارت قرمز رو دریافت میکنه و باید بازی رو ترک بکنه. به کی فوش دادم؟ به کمک داور. چیزی حرفی زدی؟ من اصلا کمک داور سمت من نبود، داور ذخیره اومد چیزی گفت، من چیزی نگفتم. اصلا داور سمت من نبود که من چیزی بگم. سر زدم. داور ذخیره اومد چی گفت؟ من نمیدونم، من تو زمینم خبر دارم، من سر زدم بلند شدم اومد به داور گفت، خبر ندارم من تو زمینم. آقای کبیانی بی دلیل اخراج شدید؟ ازش سوال کنید، اگر من چیزی گفته باشم، من چیزی نگفتم تو زمینه، سر زدم بلند شدم اومد به داور گفت اومد اخراجم کرد. از داور آقا مربیشون، کمک مربیشون، سرپرستشون یه ضرب روی کمک داور کار میکنه، بعد شلوغ بازی هم که رو برنامه 90 در آوردن بازی رو انداختن تو زمین داور، داورم که برای خودشون رو تبرئه کنه. من حرفی با عابدیان ندارم، ایشون سرپرست تیم، اصلا راجع به مسائل فنی و بازی نباید صحبت بکنه. که اختیار اول آقای کعبی درست نبود، اختیار دومش یه صحبتی کرد و داور چهارمی صحبتو شنید، حتی من بهشون گفتم میشد که به خاطر اینکه جو استادیوم به هم نریزه گذشت کنید و به داور نگید، ولی دیگه نظرشون بود در رابطه با اختیار دومشون. این شما میگین که پس آقای کعبی اون صحبتو کرده بود؟ من دیدم که یه صحبتی کردن، داور رو هم گفت این صحبتو کرده، ولی در رابطه با اختیار دومشون، اختیار اولشون، من یه مقدار با آقای داور، چون آقای داور اصلا ندید چه اتفاقی افتاد، ایشونو کارت زرد داد و حسین کعبی از اون به بعد عصبی شدش. که دقایق پایانی نیمه اول رو سپری میکنیم، ضربه سر محمد نصرتی ناراحت روی زمین میفته، داور متوجه نشد، حالا فرصت برای تیم فوتبال تراکتور سازی، موقعیت، فرصت برای اونها برای زدن گل دوم. ابراهیمی دروازه بدون دروازه‌بان، یه بار دیگه محبی، ضربه او برگشت توپ از سوی برجلو. محمدی برای کاویانپور، کاویانپور به سمت چپ پشت مدافعان، فرصت یه سر توپ، موقعیت و گل، گل برای استیلازین، گل برای استیلازین توسط رضا نوروزی، یه تعویض طلایی. عابدیان استیلی رو در بغل میگیره، سرپرست و سرمربی شادمان و البته بازیکنانی که شاهد هستین. پولادی با پیمنتا، پولادی فرصت برای تراکتور، توپ سرگردان و یه بار دیگه خطرساز میشن بازیکنان تیم فوتبال تراکتور سازی. حالا ترشیز با پای چپ، ارسال مجدد، فرصت برای تراکتور سازی و توپی که میتونست درون دروازه قرار بگیره، در حالی که به هیچ عنوان آفساید و یا مواردی از این دست به هر حال اتفاق نیفتاده بود. میرشفیان دور میکنه از پیش روی نوروزی، حالا از سمت راست ابراهیمی، محمدی در برابر او، ابراهیمی یه موقعیت و توی دروازه، و توی دروازه، گل دوم برای تراکتور سازی و بدین ترتیب یه بار دیگه این تیم تراکتور سازیه که به گل دست پیدا میکنه. حالا از سمت راست پیمنتا، پیشروی بیشتر او، ارسال، فرصت برای گل سوم و توپی که از کنار دروازه راهی خارج میشه، یه موقعیت پشت محوطه جریمه و ضربه محمدی. حالا پیمنتا، دخالت خسروی، کریمی روی زمین میفته، نقطه پنالتی رو نشان میده داور. حالا فیلم حالا 90 نشون میده، من فکر نمیکنم پنالتی بود، آقای کریمی داشت میدوید پا به توپ، منم داشتم بغلش میدویدم، خورد زمین پنالتی بگیره، فکر میکنم منتظر بود پنالتی بگیره، امیدوارم ما اشتباه کرده باشیم. یعنی شما خطا نکردی؟
اصلا خطا نبود. اگه قرار باشه تو فوتبال این برخوردم خطا باشه، از این بعد باید دنبال سایه هم دیگه بودیم دیگه. ببین الان من صحنه پنالتی رو دیدم، رفتم دوربینم رو آوردیم صحنه پنالتی رو دیدم. اگر هم خطایی بوده، من که معتقدم خطایی نیست، آقای پولادی پاشو گذاشته جلو، آقای کریمی پاش اصابت کرده با پای آقای پولادی. حالا اصلا گیریم که خطاست، شما فیلمو ببینید، ببینید داخل محوطه است یا بیرونه، بعد خدا رو خوش نمیاد. بازیکنان تیم فوتبال تراکتور سازی به خطای پنالتی معترضان، به ویژه فراز کمالوند. کریمی حرکت میکنه، ضربه پنالتی و توی دروازه. برخلاف جهت حرکت رودباریان، توپ رو درون دروازه قرار میده. نیمکت نشینان و هم تیمی های خودش رو تهییج میکنه و البته طرفداران تیم فوتبال استیلازین رو هم به همین طرف